با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. خب دوستان، روز جمعتون رو میخوام با یه خبر خوب ورزشی بسازم. 1 طلا، 4 نقره و 3 برنز برای قایقرانی ایران در قهرمانی آسیا. مسابقات قهرمانی زیر 23 سال جوانان آسیا روز گذشته شروع شد و ایران در رقابت‌های روز دوم موفق به کسب 1 طلا، 4 مدال نقره و 3 برنز شد. جمع مدال‌های ایران تا پایان روز دوم به 5 طلا، 6 نقره و 4 برنز رسید. امیدواریم که تیم ملی کشور بتونه در روزهای آینده درخشان تر باشه. اما حالا بریم یه فیلم ببینیم از هنرنمایی شاهدها که خیلی وقت خبری ازشون نداشتیم. خب در مورد این کلیپ یه نکته ای رو عرض کنم دوستان. با توجه به کیفیت ویدیو چیز زیادی مشخص نیست، ولی به گفته کانال های روسی سامانه پدافندی بوک اوکراینی ها توسط پهپاد گل شمدانی هدف قرار گرفته. اما حالا و در ادامه بریم سراغ نفتکشی که به تازگی توسط ایران متوقف شده. این مسیری که مشاهده میکنین مسیر این نفتکش هست. روز گذشته در مورد جزئیات این توقیف صحبت کردیم و در همین راستا شب گذشته مقامات آمریکایی با انبوهی از فشار خواستار توقیف محموله‌ها و کشتی‌های ایرانی شدند. سناتورهای آمریکایی خواستار توقیف محموله‌های نفت ایران شدند. گروهی از اعضای مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور خواستار توقیف محموله‌های نفتی ایران شدند. نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران علی‌رغم تحریم‌ها خواستار توقیف محموله‌های نفتی ایران شدند. این نامه به ابتکار جونی ارنست سناتور جمهوری‌خواه و ریچارد بلومنتال تنظیم شده و 10 سناتور دیگر آن را امضا کردند. نگارندگان از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که به اداره تحقیقات امنیتی که از اداره‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا هست اجازه بده محموله‌های نفتی ایران رو توقیف کنند. اونا گفتند که اکنون بیش از 1 سال است که اداره مذکور به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری قادر به توقیف محموله‌های نفتی ایران نبوده است. رویترز هم صبح امروز گزارش داد که نامه مذکور به رویت این خبرگزاری رسیده. مطابق ادعای این 12 سناتور، اداره تحقیقات امنیتی از زمان فعالسازی برنامه‌ای برای اجرای تحریم‌ها در سال 2019 موفق شده نزدیک به 228 میلیون دلار از نفت خام و از سوخت مایع مرتبط با نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مصادره کند. رویترز با استناد به گفته‌های ماه پیش وزیر نفت ایران نوشته که صادرات نفت ایران به بالاترین رقم از زمان احیای تحریم‌ها در سال 2018 رسیده است. در همین حال این ویدیو هم به سرعت داره تو فضای مجازی دست به دست میشه و گفته شده که مربوط به یه نفتکش اسرائیلی هست که میخواسته وارد آبهای ایران بشه که کشتی شمس نیروی دریایی ارتش مانع از ورود این کشتی به آبهای ایران شده. راستی اینم بگم که در پی این اتفاق‌ها دولت بایدن، FSB یا همون اطلاعات روسیه و اطلاعات سپاه پاسداران ایران رو تحریم کرده و این در حالیه که خودشون بارها اقرار کردن که تحریم‌ها در مقابل ایران دیگه هیچ کارایی نداره. خب این هم از فشار ارباب‌ها گفتیم، حیف یه سری هم به مزدوراشون نزنیم، اونم در حالی که خودشون چپ و راست دارن سوژه میدن دستمون. اول بریم یه نمونه مالکشی از سلطان مزدوران مسیح علی نژاد ببینیم. خود شاهزاده رضا پهلوی گفته بود که این یک اتوبوس مجانی هست و هر کسی میتونه ورود بکنه بهش. گمان من اینه که برای عضوگیری طبیعتا شما باید در موردش حرف میزدید که یک مکانیزم شکل بگیره، اینطور نیست؟ قرارم همین بود، ولی متاسفانه میگم برخی رفتارها دلگیر کرد. خب حامد اسماعیلیون ترک کرد، آقای پهلوی هم همینطور. من فکر میکنم از این باید بیاموزیم که اگر قراره در آینده کاری بشه ابتدا باید دموکراتیک باشه، ما مکانیزمی طراحی بکنیم. ببینید به عنوان مثال میگم فشارهای بیرونی گاهی وقتا شک میکنم آیا واقعا از در واقع اتاق فکر جمهوری اسلامی بود یا واقعا افراد به اشتباه یه همچین کاری رو کردن که اسامی رو مطرح کردن که اصلا توی نامه پیشنهادی آقای پهلوی نبوده.
مثلا آقای امیر طاهری اصلا در نامه‌ای که آقای پهلوی عنوان کردن که من چند اسم میدم به هیچ وجه اسم آقای طاهری نبود و خب فشاری که به خانم بنیادی آوردن چقدر زخمیش کردن در فضای عمومی، عکس آقای طاهری رو میذاشتن کنار خانم بنیادی و تحقیر میکردن. ما تو جلسه راجع به اینا نباید بحث میکردیم که چرا توییتی زده شده که گفت عنوان شده که اجماعی حاصل نشد، در حالی که ما داشتیم گفتگو میکردیم. همه ما 6 نفر به اضافه اون 3 نفر گفتیم ما میایستیم، چیزی نمینویسیم، فردی تصمیم نمیگیریم تا در واقع اون مکانیزم طراحی بشه بتونیم قدم برداریم. من حتی یادمه وقتی اسم آقای امیر طاهری مطرح شد، اولین کسی که استقبال کرد خانم بنیادی بود، بعد خانم عبادی، گفتن میریم گفتگو میکنیم. یا اسم دریا صفایی مطرح شده بود توی نامه پیشنهادی که در واقع به آقای پهلوی داده بودن و ایشون در گروه مطرح کرده بود. من شخصا گفتم من با ایشون با خانم دریا صفایی گفتگو میکنم، ولی شما ببینید که اطرافیان آقای پهلوی و در واقع نزدیکان ایشون چقدر واژه رد صلاحیت و شورای نگهبان رو مثل یک پتک زدن بر سر افراد و خب این زخمی کرد. تمام وقت جلسه رو گرفت به جای اینکه بحث بشه در مورد سازوکار و مکانیزمایی که میشد افراد دیگری اضافه بشن. یعنی همینجا هم دارن از نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنن و اقرار میکنن به اینکه ما هیچ برنامه‌ای نداریم و حتی نشست هامون هم از بیرون رهبری میشده. حالا این توییت رو ببینین و آشنا بشین که چجوری براندازا شلنگو میگیرن رو هم دیگه. نوشته که اصالت و ایران آزاد و کلی هشتگ. بعد این پایین کاربری نوشته که آقای علی کریمی، اصالت برای سگ و گربه است. ما وقتی میخوایم حیوان بخریم اسم نژادش رو میپرسیم، نه وقتی میخوایم سیاست مدار انتخاب کنیم. ما همه انسانیم و معیار ارزش‌گذاری ما ها انسانیت، عملکرد، اخلاق مداری و دگر دوستی ماست. میگن بعد این توییت علی کریمی کمر راست نکرده، یعنی دنیایی دارن اینا، سرشون رو کردن تو گوشی هاشون، فقط دارن واسه خودشون خیال بافی میکنن. بگذاریم آقا، بریم یه نمونه سیاست واقعی نشونتون بدم. تفاوت رفتار با دو معترض در دو سخنرانی مهم. واقعا سخته. یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا. نه، حرف مردم رو باید گوش بدن. For humanity and our common values. Hello. I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lost it? Where did we lost it? French is, but it's not sure. خب دیدین که جنتلمن های دیکتاتور چطور با متانت با معترضان برخورد کردن و بردنشون یه گوشه باشون صحبت کنن. دوستان اشاره میکنن که ادامه نده، ممکنه برید تو گونی، جنتلمن ها همه جا هستن. خیلی خب، پس بریم یه کلیپ ببینیم در راستای اهداف سرخط. من میام بعضی از صفحات بعضی ها رو نگاه میکنم، میگم بابا این چه غریبن اینقدر، در حالی که من میدونم این آقا میلیون ها نفر علاقه من داره. اگه این آقا رو دشمن بکشه میلیون ها نفر گریه میکنن. پس اینا چرا نیستن اینجا؟ چرا کامنت نمیگذارن؟ چرا حرف نمیزنن؟ گاهی از اوقات هم باید به جای تعقیبات نمازش صفحه ای رو باز بکنه، صفحات انقلابی رو باید لایک کنه، فالو کنه، نمیدونم فوروارد کنه. لازمه بگم چی کار کنین یا آقای پناهیان کامل توضیح دادن. اما در انتهای این ویدیو بریم سراغ فرزند ایران که امروز بدرقه میشه. منطقه ای رو که هم اکنون مشاهده میکنید اطراف رودخانه دجله است. 23 اسفند 1363 عملیات بدر. رزمندگان ایرانی در حال پیشروی در جزایر مجنونند. جانی بت هم بین آنهاست. رزمنده مسیحی تیپ 55 هوابرد ارتش. بینندگان عزیز، اینجا رودخانه دجله است. عبور از دجله یکی از اهداف این عملیات است. رزمندگان مقتدر اسلام با نصب یک پل موقت موفق شدند از آن عبور کنند و به طرف جاده بصره بروند. جانی بت دیگر بین رزمنده ها نیست. میگویند کسی از او خبر ندارد. از آن روز تا همین چند روز پیش 38 سالی مفقود الاثر بود. حالا دو سه روزی است عکس‌هایش را در خیابان‌های شهر می‌شود دید. میگویند پسر ایران برگشته. به خانه خودت خوش آمدی سرباز قهرمان وطن، فرزند سربلند ایران، شهید قهرمان جانی بت اوشانا. خبر کشف و شناسایی پیکر مطهر شهید جانی بت اوشانا به اقوام و همکیشانش را در کلیسای یوسف دادند. یوسف گمگشتمون
باز آمد به کنعان. در این سالها برای پدر و مادر از جانیبت یک ساک و یک پلاک مانده بود به یادگار. چش برا بودن، هی میپرسیدن، هر کی از جبهه میمد میپرسیدن که فلانی رو میشناسی، فلانی رو دیدی. ته دلشون همیشه میگفتن میاد. آمد، اما حالا دیگر نه پدر هست و نه مادر. البته هستند کسانی که برایش مادری میکنند. این شهید عزیز هم مثل مجیدم هست. حالا که مادرش نیست تا بازگشته فرزندش رو ببینه، من براش مادری خواهم کرد. در اصل اعضای خانواده جانی 85 میلیون ایرانی است. خانواده‌ای که قرار است پسرشان را بدرقه کنند. دانشگاه تهران بعد از نماز جمعه. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه دوستان عزیز و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.